خب با نام و یاد خدا شروع میکنیم. تصویرم که اینجا هست. در اتاق سی پلاس پلاس یه سه مقدمات جلسه قبل گفتم، درسته؟ امروز مفاهیم که میخوام خدمتون عرض بکنم در اتاق سی ای بزن یه پروژیکت جدید باز بکنم. یادتون هست فایلو میزدم نیو پروژیکت انتخاب میکردم، یه کنسول اپلیکیشن مثلا پروژیکت یک یه جای باز سیوش میکردم، مثلا توی سی PRG خب C++ هم مثلا میزدم اینجا نیو فولدر میکردم PR2 و اینکه قاطی نشه مثلا اینجا سیوش میکردم. خب امروز چیزایی که میخوایم در اتوباش صحبت بکنیم اینا هستش. چی هست؟ یکی در اتوب متغیر میخوایم صحبت بکنیم، یکی در اتوب سی این و سیاد میخوایم صحبت بکنیم، در اتوب تایپ میخوایم صحبت کنیم و اگه وقت بکنیم در اتوب ایف. خب بله ضبط هستش. سلام آینه هست. نه خواهش میکنم بفهم. پس در حالت مفاهیم میخوام صحبت بکنیم. این فهرست هست. خب اول اصلا با متغیر شروع میکنیم، درسته؟ متغیر انگلیسیش میشه variable. حالا که میدونیم متغیر چیه توی زبان برنامه نویسی؟ دوستانی که تجربه دارن خواهم توسلی کرد مقادر مختلف به خودش بگیره. خب دیگه حافظه منظور چیه؟ رمه رامه رم خب مثلا ایکس یا بهش اختصاص میدیم اسمش رو میذاریم ایکس. هر داده ای مثلا عدد اشاری مثلا اینکیجر مثلا ما میتونیم استریم توش بذاریم. خب دیگه چیز نمیخوای اضافه بکنیم؟ خب ببینید متغیر رو ما به این صورت تعریف میکنیم، میگیم که یه مکانی از حافظه است، همونش که شما فهمون، درسته؟ یه مکانی از حافظه است، منظور حافظه چیه؟ رم، که چهار تا مشخصه داره. این مکان حافظه قابل تغییره، یعنی میتونیم تغییر بده. حالا مشخصهایش چیه؟ چه مشخصهایی داره؟ نام داره؟ آدرس داره؟ هم متغیر، هم متغیر سن کن. چهار تا جنبه داره. نام داره؟ نوع داره؟ نام داره؟ نوع داره؟ آدرس داره؟ مقدار داره؟ و چی شد؟ نام، نوع، مقدار، آدرس. خب من با یه مثال ساده شروع میکنم توضیح میدم بعد بیشتر میگم. مثلا من میگم اینتر x مساوی 10. قبل از اینکه این چهار تا رو من بگم در اتا زبان برنامه‌نویسی که گفتیم مفسری و کامپایلری احتمالاً جلسه قبل توضیح کوچیک دادیم، زبان ها رو ما میگیم لیت بایندینگ و ارلی بایندینگ. لیت بایندینگ و ارلی بایندینگ. لیت بایندینگ ها زبان های تنبل ها. خب بهشون اردکی هم میگن، مثل پایتون لیت بایندینگ. سی پلاس پلاس و سی زبانه ارلی بایندینگ هم. بایندینگ اینجوری نوشته میشه، به فارسی چی میشه؟ کی زبانش خوب بود؟ به فارسی چی میشه؟ میشه بایند شدن، یعنی انقیاد پیدا کردن، قید شدن، بسته شدن، درسته؟ بذار من در مورد بایندینگ یه مثال خیلی ساده بزنم. شما مثلا میرین لبنیاتی شیر میخرید، این شیر رو میارین تو خونه، میتونین ازش کره و ماس و دوغ و نمیدونم همین رو بسازین، درسته؟ یعنی بایندینگش که یه لیته، بایندینگش که لیت شده. یه وقت نه، به جای اینکه مثلا برین شیر بخرید میرین چی میخرید؟ مثلا میرین از این ماس میخرید، اون ماسه بایند شده کجا؟ تو کارخونه. یه ماسه نمیتونه تبدیل به شیر بکنه، تبدیل کردیم به ما یاد بدیم ما یاد بگیریم، درسته؟ نمیشه. آره میگیم بایند شدن. میگیم چی؟ بایند شدن.
ببین بعضی آدم ها early binding هم، بعضی آدم ها late binding هم. خب من با آدم مثال بزنم، مثلا اینا که بازاری هم دلال هم، اینا late binding هم. یعنی چه late binding هم؟ مثلا یه 500 میلیون تو جیبش داره، داریم اینو یه ماشین بخره، یه فهم ماشین قیمتش میره بالا، مثلا یه چیز دیگه قیمتش میاد پایین، در لحظه تصمیم گیری میکنه، چیکار میکنه؟ تصمیمش رو عوض میکنه، لیت بایندینگ هم، یعنی دیر. خب ولی مثلا یه کاره مثل ما که مثلا معلمی ایلی بایندینگ، مثلا از یه هفته قبلش برای هفته بعد چیه برنامه‌ریزی کردیم، فرض کن میخوایم ماشین هم بخریم، یه فهم ماشین هم بره به قله قاف هم قیمتش برسه، چون تصمیم رو از قبل گرفتیم چیه؟ میریم میخریم، حالا به ضرر اون شد به سود اون بشه، چیه؟ اصلا هم میگیم که early binding. حالا زبان هم اینجوریه، شما اگه از x میخوای تو زبان C++ استفاده بکنی، چون زبان early binding باید x رو باید نوعش رو باید بهش بگی، باید تعریف بکنی، بگی چنین x وجود داره، ولی زبانی مثل پایتون x مثلا integerه، ممکنه string بشه، ممکنه هر چیزی ممکنه بشه، یعنی در لحظه تغییر پیدا میکنه. اونی که لیت بایندینگه فلکسیبیلیتیش بالاست. فلکسیبیلیتی یعنی چی؟ یعنی انعطاف پذیره، درسته؟ بخواسته ماشین بخره میره چی میخره؟ میره مثلا طلا میخره، درسته؟ اونی که ال بایندینگه سرعتش بالاتره، درست میگم؟ خب متوجه شدین؟ خب حالا پس زبان سی پلاس پلاس ایلی باندینگ یا لیت باندینگ؟ ایلی باندینگ. اینو تو ذهنتون داشته باشین؟ خب پس ما متغیر قبل از اینکه استفاده بکنیم باید تعریف بکنیم. حالا یه فرق مثلا زبان سی با سی پلاس پلاس داره اینه که توی زبان سی متغیره رو باید بیاری بالا تعریف بکنه همه رو. متغیره کجا تعریف میشه؟ بالا. وسط برنامه نمیتونی متغیر تغییر بدی. ولی سی پلاس پلاس باز اینجا یه انعطاف پذیری داره، یعنی تعریف متغیر داخل برنامه هم اون پایین پایین هم میتونی چیکار بکنی؟ تعریف بکنی. حالا من یه ایکس تعریف میکنم، گفتم متغیر چهار تا جنبه داره، یادتون هست؟ اسم داره، آدرس داره، احسن. خب اسمش چیه؟ ایکس. نوعش چیه؟ عدد صحیحه. مقدارش چیه؟ ده. حالا مثلا آدرسش هم خواستین چاپ بکنین، کافی قبل ایکس یه دونه اینجوری بذارین، اینم میشه آدرسش. ببینید این آدرسشه، دیدین آدرسش چیه؟ این صفر ایکس یعنی چی هومن؟ خب بگو بگو صفر ایکس یعنی چی؟ کی میدونه صفر ایکس یعنی چی؟ یعنی صفر ایکس یه دوسته یعنی چی؟ صفر ایکس یعنی چی؟ یعنی این عدد که میبینی تو مبنای 16، یعنی عدد تو مبنای چنده؟ 16. یعنی چه مبنی 16 همه؟ خب بگو مبنی 16 یعنی چی دیگه؟ یعنی مبنی 16. کی میدونه مبنا؟ مبنا رو کی بلده؟ هم تحصیل هم میدونه، درسته؟ اصلا درسته درک مبنی 16 میشه؟ چی؟ درک مبنی 16 میشه A. درک تو مبنی 16 میشه A. حالا یعنی هم داده هشه خب 70ش اف ای 1 سی. ببینید ماشین حساب باز می‌کنی، کلکیولیتر رو می‌زنم. خب این ماشین حساب اینو می‌زنم، میرم تو حالت پروگرامه، درسته؟ مبنای 16 10 8 2، درسته؟ میرم تو مبنای 16، عددم چنده؟ 78 اف ای 1 سی. تو مبنای 10 چند میشه؟ 7 میلیون و 900 و
29372 درسته؟ حالا اینکه این چجوری تبدیل میشه کاریمو نداریم، حالا خواستین یه جلسه من یکی دو ساعت توضیح میدم تبدیل مبنا رو ریاضیه. خب اگه خواستین توضیح میدم الان من متوجه نشدم، اگه نزنی x مساوی با 10 پس چی؟ نه آدرسش این گفتم متغیر چهار تا جنبه داره، آدرس داره، مقدار داره، نوع داره، اسم داره. اسمش x، مقدارش بزن مقدارش تقصیری مره بعد از اون من مقدارش رو چاپ میکنم چاپ نکنم. خب این مقدارشه، ببینید مقدارش چنده؟ 10. این آدرسشه، آدرسش کجا؟ آدرس این آدرس کجا نشون میده؟ جایی که ذخیره شده. بله. اونجا کجاست؟ یه قسمتی از حافظه است. رم. احسن. این یه خونه از رمه. این یه خونه از کلا زبان کامپیوتر مبنای دوه. کلا زبان کامپیوتر چیه؟ منتها اینه بخواد تو مبنای دو نشون بده، یعنی در اصل اینه بخواد نشون بده، باید اینو نشون بده. میبینی؟ نشون دادن این کار سختیه. ما توی ریاضی از مبنای دو به مبنای 16 خیلی راحت میتونیم تبدیل کنیم اگه به مدار ریاضی کار کرده باشه. یعنی مثلا اینو میایم میگیم چی میشه؟ این فرض کن میشه سی، چهار رقم تبدیل میکنیم یه مپ کوچیک. بعد رو همین حساب وقتی میخوان نمایش بدن مبنای دو رو همه رو تو مبنای 16 نشون میدن. خب نوع متغیرمون عدد صحیحه، یعنی عدد اعشاری نیست، کارکتر و رشن نیستش. ببین نوعشو چی گفتیم؟ نوعشو گفتیم چی؟ عدد صحیح. خب به من بگیم ببینم کوچکترین واحد حافظه چیه؟ بیت. کوچکترین واحد حافظه چیه؟ بیته. کوچکترین واحد حافظه قابل دسترس چیه؟ بایته. کوچکترین واحد حافظه بیته، کوچکترین واحد حافظه قابل دسترس بایته. هر بایت چند بیته؟ 8 بیته. پس من وقتی میخوام آدرس بدم، آدرس یه بایت رو میدم. آدرس چی میدی؟ یه بایت رو میدی. خب این الان یه آدرسه. خب اگه مثلا فرض کنم من یه متغیر گرفتم x، یه متغیر دیگه هم میگیرم y، مثلا مقدارش رو میدم 20. خب این همین داستان رو چیه؟ الان این خودش یه آدرس جدا داره. بله بله ایگره همینو میخوام ببینیم با هم دیگه. ببینید این x مقدارش نه، ایگره مقدارش 20ه. آدرس این 1 سی، آدرس این 1 8ه. یعنی چی؟ میتونیم ببینیم اولش 1ه میبینید؟ تا این 1ه یه، ولی این 8 این 30ه. سی میشه 12. ما بعد 8 چند داریم؟ اومم بعد 8 چنده؟ 9. بعد 9 چیه؟ 10. بعد 10 11. بعد 11 چنده؟ 12. یه 4 بایتی، یه 4 بایتی برای یه دونه متغیر اینتیجر در نظر بگیر. 12 تو مبنای 16 میشه 30. 12 تو مبنای 16 میشه چی؟ 30. به خاطر اینکه اینجا نمیشه چی؟ سی. خب انگار مثلا شما میرین هتل میگه آقا مثلا یه اتاق مثلا یه تخته میخوام، دو تخته میخوام، چهار تخته. یه تخته چی میشه؟ میشه کارکته. میشه چی؟ میشه کارکته. دو تخته میشه شورت، یعنی دو بایتی. چهار تخته میشه اینتیجر. خب بذاریم با هم یه بار ببینیم. به جای کارکتر به جای این چی می نویسم؟ چی نوشتم؟ آدرس ها رو
چاپ نکرد چون کارکتر آبیس چاپ نکرد. باتی کردش بلش کن بذار ببینید اینجا نوع داده رو شورت گرفتم. این یک ایه، این چیه؟ یک سیه. بعد سی، سی گفتم چیه؟ دوازده میشه. بعد سی چه حرفی داریم؟ دی. بعد دی چی داریم؟ ای. ببینید دو باید شد. میبینید؟ چند باید شد؟ دو باید شد. خب حالا فرض کنیم من به جای شورت میمادم دابل میرفتم. دابل هشت بایدیه. دابل چند بایتیه؟ هشت بایتیه. حالا نگاه کنید این دهه، این چنده؟ هیجده. درسته؟ یعنی هشتا هشت بایت براش در نظر گرفته. اوکی؟ آره. این به نوع سخت افزار برمیگرده، حتی اینجا کاهشیه. خب یعنی از پایین به با از بالا به پایین پر میکنه. آره، ولی تو بعضی از سیستم مونده به سیستم های اینتل و غیر اینتل چیز میشه، سخت افزارا فرق میکنه. یه کتاب تننبام داره، تننبام میشناسین؟ یه کتاب تمام یادم نیدمش ولی قیابان خیلی بهش ارادت دارم، دانشگاه آمستردام، فیل آمستردام. کلا همه کاراشو اوپن سورس انجام میده. آدم اصلا دنبال پول و پله نیست. کتاباش هم همه چیه فیل. خیلی کتاب خوبی هم داره. یه کتاب داره دیستریبیوت سیستم. این دیستریبیوت سیستمی که من خوندم توی این، اینی که مثال زده، مثلا این مثال چیزی زده، داستانه بود، من تو گالیور بود، توی 20,000 فرسنگ زیر دلم، یکی از این داستانه بود که رفتن تخم مرغ رو بردارم، تخم مرغ میگه از پایین میشکنه یا از بالا میشکنه. اسمش لیتل حالا یه اصطلاح رو کار بوده که گفتن سخت افزار اینجوری هستن، بعضی از پایین و بالا پر میشن، بعضی از بالا و پایین پر میشن، که این به نوع سخت افزار برمیاد. خب پس ما متغیر متوجه شدیم، درسته؟ فعلا یه کلیت گرفتیم. اینا شد مقدار متغیر. اینا شد چی؟ مقدار متغیر. خب بریم در رابطه با اسم متغیر بحث بکنیم. اسم متغیر چجوری میتونه باشه؟ اسم متغیر چجوری میتونه باشه؟ اولا اسم متغیر پیوسته است، نمیتونه کلمه کلیدی یا رزرو شده باشه. ببینید الان یوزینگ و اینت و مین و اینا کلمات کلیدی هست. مین هم مثلا کلمه رزرو شده است. مثلا اینکه بچهش به دنیا میاد، میره ثبت احوال میاد، مثلا اسم بچه تو بذار، میگه مثلا اسم بچه رو بذاریم کوه دماوند. یعنی کوه دماوند معلومه دیگه، دماوند میتونی بذاری، ولی کوه دماوند چیه؟ رزرو شخص. میگه مثلا بذار علی ابن ابی طالب، یا اون یه شخصیت، درسته؟ حتی مثلا کلمه مثل امیر رو تا چند سال پیش رزرو شده حساب میکرد، الان کاری ندارم. حتی مثلا تو اسامی، مثلا بعضی اسامی گذاشتنشون حالا ثبت احوال هم اجازه بده، مثلا مشکل شهری داره. مثل چی؟ مثلا مثلا بذاره الله، میتونه بذاره اسم باشه الله، میتونه اسم اعظم خدا سه نمیشه. بعد صفتهای خدا رو اونایی که امام ها گذاشتن رو میتونیم بذاریم. مثلا یه صفت مثل ودود دیدیم بعضی هم میذارن، میان مشکل شریعه، نباید بذاریم. خب توی اینجا هم همین شکلیه. شما اسم متغیر نمیتونی اینت بذاری، اسم متغیر اینت
حالا یکی میگه آقا من نزد دارم مثل متغیر اینت بذارم، ما برای اینکه نزدش ادا بکنیم میگیم بعدش مثلا یه آندرلاین بذارم. نزدش چیه؟ یا بعضی جا مثلا اینجوری اسمو میذارم. اسم متغیر با حروف انگلیسی شروع میشه، با عدد شروع، ولی بعدش میتونه عدد و آندرلاین هم باشه. پس اسم متغیر ترکیبی از حروف انگلیسی، عدد و آندرلاین شد، ما بهش میگیم آندرلاین، که حتما با چی شروع میشه؟ حروف انگلیسی یا آندرلاین. کارکتره مثلا مثل دالر و درصد و حتی اینجور چیزا تو اسم متغیر ظاهر نمیشه، فاصله نداریم. خب مثلا من میخوام اسم متغیر بذارم توتال سالری یا سالری توتال، حالا توتال سالری فارسی نمیشیم. خب میتونیم بذاریم توتال سالری، میتونیم بذاریم توتال سالری، میتونیم هم همه رو اینجوری بنویسیم. این چهار مدل من میتونم برای اسم. اولا اسم خوب نیست x و y بذاریم. چرا خوب نیست؟ چون تو برنامه الان 10 خط 20 خط موردی نداره، ولی برنامه اگه شد 100 خط ایراد پیدا میکنه، درسته؟ خب حالا من اسم متغیر باشم توتال سالری، مجموع حقوق رو میخوام بریزم داخله، درسته؟ انگلیسی چجوری اومد؟ بد نیست. حالا سالری یعنی چی؟ توتال هم که مجموع. اگر این قرار بوده توتال سالری تغییر نکنه و ثابت باشه، یعنی اگه من این آدم اینجا نوشتم کانست، اگه قرار بود ثابت باشه همه رو با حروف درشت می نویسیم. حتی همه رو حروف درشت نوشتم برای ثابت ها یه امر مستحبیه، درسته؟ ننویسی کسی ایراد نمیگیره، ولی همه برنامه نویسه چجوری می نویسن؟ اگه قرار توتال سالری تغییر نکنه همه رو حروف درشت می نویسن، مثل این که الان اینجا کانسش کرده. خب ولی اگه این کارم انجام نه اتفاق نمی افته. کانست یعنی ثابت. ببین یاد گرفتی سوال بپرسی، یه قدم رو به جلو رفتم. یعنی مجموعه حقوق ثابته دیگه، از مثلا ده. حالا مثلا این دیگه یعنی هیچ وقت تغییر نمیکنه. یعنی اگه شما داخل برنامه اومدی نوشه توتال سالری مثلا پلاس پلاس، پس ما برنامه اینجوری نوشیم، این همون بهتون ایراد میگیره. اینجا چی میگه؟ میگه که increment of read only variable total salary. میگه read onlyه. میگه فازت چیه؟ سنتی میزنی؟ سنتی میزنی؟ اینجا ثابت تعریف کردی، بعد میگه چیکار میکنی؟ درسته؟ ولی اگه ثابت نکنی یعنی میتونه خطای دیگه تغییر کنه. بله اگه اینو من بردارم میتونه تغییر. حتی الان به یه چیز دیگه ایراد گرفته. به چی ایراد گرفته؟ ما ایکس میگه ایکس من نمیشنست. خب ولی بهتره ما ثابت ها رو با حروف درشت بنویسیم. خب مثلا اگه میخوام عدد بی پی تعریف کنم چجوری تعریف میکنم؟ پی میشه 3.14 چند؟ 15 درسته؟ بهتره چیکار بکنیم؟ چون پی تغییر پیدا نمیکنه که، یه دفعه اشتباهی تو برنامه پی رو تغییر داده متوجه بشیم. خب پس این شد ثابت. خب به اینجور نوشتن چی میگم؟ به اینجور نوشتن یعنی من کلمه ها رو به هم میچسبونم، بعدی رو با حروف بزرگ شروع میکنم. کمل کیس میگن ها؟ میگن کمل سی نات سی. یعنی چی؟ چطور دیگه ندیدیم، درسته؟ خب خب به اینجور نوشتن چی میگم؟ نه میگن اسنک کیس. اسنک بازی کردی؟ دوم پیدا میکنه. خب به اینجوری چی میگن؟ هیچی نمیگن چون هیچی اینجوری نمیدونیسه. خب پس یا اینجوری یا این شکلی. اوکی؟ پس این شد اسم متغیر.
کلمه کلیدی رزرویشن نمیتونه بشه، حروف انگلیسی شروع میشه، با عدد میتونه ادامه پیدا بکنه، محدوده هم داره، اسم متغیر مثلا حتی تا یه جمله هم بنویسیم، ولی از یه حدی بیشتر کاراکتر باشه دیگه قبول نمیکنه. اینم بگیم. خب این شد اسم متغیر. نه دیگه گفتم این الان این غلط آندرلاین باید بزنیم. بعد عرضم به حضورتون که خب میشد اسم متغیر. خب ما بریم در حتی انواع متغیر صحبت میکنیم. انواع متغیر میخواییم صحبت میکنیم. ما انواع متغیر رو و انواع داده چه اینو ما انواع رو به انواع پریمیتیو و غیر پریمیتیو تقسیم بندی میکنیم. پریمیتیو یعنی چی؟ کلمه آره مقدماتی اولیه. سیکندری میشه ثانویه. دیدیم اصلا میگن احکام اولی احکام ثانوی این هم اونجوریه. خب یه سری انواع تو زمانی که خود سی پلاس پلاس طراحی کردن به وجود اومده، مثل اینتیجر، مثل دابل، مثل فلوت. الان با هم دیگه دیدیم سی پلاس پلاس یه زبانیه بهتون اجازه میده نوع بتونیم بسازین، یعنی خودتون یه تایپ جدید چیکار بکنین بسازین. که ان شاءالله ما برنامه نویسی مون 30 ساعتی 20 ساعتی رفت جلو شیگره خواستم بهتون میگم نوع جدید چجوری بسازین. شما اصلا بیا یه نوع میسازین استودنت، خب که اون میشه سکند. حالا انواع داده پس شد انواع داده به پریمیتیو و غیر پریمیتیو تقسیم بندی شد. خود پریمیتیو به نوع داده عددی و غیر عددی تقسیم بندی میشه. خود پریمیتیو به چی تقسیم بندی میشه؟ عددی و غیر عددی. دوباره خود عددی ها به عدد صحیح و غیر عدد صحیح تقسیم بندی میشه. درست شد؟ حالا ما اینجا مثلا نمیخوام تقسیم بندی رو بگیم، فقط اون یه ذهنیت رو داشته باشیم. توی انواع داده صحیح عددی شامل چیا میشه؟ اینتیجر بزنم شروع کنم، کرکتر شورت هستش، اینتیجر اینا اعداد صحیحه. با چی؟ با لاین. توی اعداد غیر صحیح شامل فلوت میشه با دابل میشه. اینا انواع داده است. اینا چیه؟ داده هایی که زیاد استفاده میشه، داده های پریمیتیو. مثلا من اگه بخوام یه نوع داده استودنت بسازم، یه نوع داده استودنت که مثلا معدل داره، تعداد پاسو داره، اینو باید شیگره بلد باشم بعد بتونم یه نوع داده بسازم. ولی الان از نوع داده هایی که وجود داره اینا پریمیتیو هست. میخوام ببینیم اینا چی هست، چجوری میتونیم اینا رو استفاده بکنیم. خب بریم اول سر وقت چیه؟ سر وقت کارکتر. کارکتر چند بایتیه؟ یک بایتیه. بچه هر وقت بی بزرگ نمیشم معنیه چی میده؟ بایت. هر وقت بی کوچیک نمیشم بیت میشه. هر بایت چند بیته؟ 8 بیته. احسن. هر بایت 8 بیت هستش. شما مثلا میرین اینترنت میخرین؟ اینترنت مثلا میخرین چقدر؟ مثلا 256. درسته؟ بعد میانید تو خونه مثلا یه دفعه تست میکنیم میبینید 256 تون تبدیل شده به 32. چرا؟ چون بیت میشه بایت. چون توی سیستم بایت نشون میده. اینه بدونید تو دنیای شبکه همه چیز برمبره بیت نشون میدن. تو دنیای شبکه، تو دنیای سیستم های نرم افزاره همه چیز برمبره چی نشون میدن؟ بایت نشون میدن. خب پس یه کارکتر یه بایتیه. خب یعنی از چند تا چند میتونه تغییر بکنه؟ یعنی کف کفش چیه؟ 3 تا 6 تا. کف کفش اینه. سقفش چیه؟ 8 تا. درسته؟ خب بریم ماشین حساب باز بکنیم. چی میزنم؟ باینری میزنم، همه رو 1. چند شد؟
یعنی بین چند تا چند تغییر میکنه؟ بین 0 تا 255. اگر چی باشه؟ اگر چی باشه؟ 0 میشه تا 255. اگر این قبل از کارکتر من نوشته باشم unsigned، اگر قبل کارکتر من چی نوشته باشم؟ unsigned. ولی اگه هیچ چیزی ننویسم خودش چی در نظر میگیره؟ اگه هیچ چیزی ننویسم پیشفرضش چیه؟ ساین. ساین به فارسی یعنی چی؟ علامت دار. خب یعنی از چند تا چند میشه؟ شما 0 تا 255 نصفش رو منفی در نظر بگیریم، 256 تقسیم بر 2 میشه 128، میشه از منفی 128 تا 127. حالا اینکه چرا منفی 128 چرا 127 یه روزه یه ساعته داره دیگه، اونو نمیگم بهتون، منم نفهمیدم. 0 تا 256 تقسیم بر 2 کن، 256 تقسیم بر 2 شد چند؟ نصفش میره برای منفی دیگه 128. یعنی شما میتونی مقداری که بهش بدی، مثلا بهش بدی منفی 120، میتونی بهش بدی منفی 112، ولی بهش نمیتونی بگی منفی 130، ظرفیتش قبول نمیکنه. میتونی تا 127 مقدار بهش بدی ولی بهش 128 نمیتونی بدی. میخوای امتحان بکنی؟ امتحان بکنی. خب بیایم چیکار میکنیم؟ یه متغیر میگیرم کارکتر، درسته؟ مقدارش رو چند میدم؟ مثلا میگم x، مقدارش رو میدم منفی 100 و منفی 120 و چند؟ 8. اگه بخوام اینو چاپ بکنم، چاپ کردنش اینجوریه. چجوری چاپ میکنم؟ میگم بیا سیاهت بکن. اگه ببینید من خود x رو بنویسم، اون شکلش رو سیاهت برای من چاپ میکنم، این شکلش. این چیه؟ چه میشه، درسته؟ تو زبان لاتین بهم میگن چه. خب ولی اگه بخوام مقدارش رو چاپ بکنم، اگه مقدارش رو بخوام چاپ بکنم، میگم اینتیجرش رو برای من چاپ کن. اینتیجرش چنده؟ منفی 120. به این کار میگن کست کردم. به این کار میگن چی؟ کست کردم. خب حالا من ایکسمون 128، ایکس رو چکار میکنم؟ یه واحد زیاد میکنم، موافقی؟ دوباره چکار میکنم؟ چاپ میکنم. چند میشه؟ 128 شد چند؟ 127. اگه موافق باشین یه اینتیجر هم بزنیم پشتش، یه چه میگم؟ اینتر هم بزنیم. امشب فوتبال داریم آره؟ منفی 128 صد و فوتبال نگاه نمی کنیم؟ دوتا پلاس یعنی یه واحد اضافه بکنیم. دوتا پلاس یعنی یه واحد اضافه. حالا خواستم مثلا دو واحد اضافه بکنیم، چهار تا پلاس میاد. مثل این که یه نفر دوتا دوز میگیره، زنگ میزنه 220. بابا من میگم دوتا پلاس. دوتا پلاس. دو تا پلاس نه بیشتر نمیشه، دو تا پلاس یه واحد اضافه میشه. این غلطه، این که من چهار تا پلاس بذارم چیه؟ غلطه. دو تا پلاس میتونی این ور بذاری، میتونی این ور باشه، منتها این دو تا اینجا هیچ فرقی با هم ندارن، ولی دو تا معنی مختلف دارن. چه معنی؟ بذار میگم، اونو میگم، اون یادتون باشه، الان میگم قاطی میکنم. منتها فعلا x پلاس دوتا، این یعنی که یه واحد اضافه بکن، درسته؟ حالا ما دیدیم عددمون چند بود؟ منفی 128. خب حالا اینه من اینجوری انتخابش میکنم، کنترل C کنترل V. خوبه؟ V کپی پیستش کردم. خب از منفی 128 تغییر کرده تا چند؟ منفی
تا منفی 7 ادامه میدیم. آره کپی پیست دیگه. شما فرآیند تولید پایان نامه رو میدونین چیه یا نه؟ نمیدونین چیه؟ فرآیند تولید پایان نامه اینه. پایان نامه یکی میگیری فایلشو میگیری. کنترل آ. کنترل آ یعنی چی؟ انتخاب. بعد کنترل سی کپی میکنی. کنترل ان. کنترل ان یعنی چی؟ یعنی یه ورد جدید باز میکنی. کنترل وی یعنی چی؟ کنترل وی پیستش میکنی. کنترل اس یعنی چی؟ اسمش مثلا یاردانگولیه پاک میکنی مثلا مینیسی جبار سینگ. خب اسم خودت میذاری. بعد کنترل پی. کنترل پی چکار میکنه؟ بعد یه تلق و شیرازه این شد برنده. پس یاد گرفتی؟ حالا میتونی یه فوق لیسانس بریم بگیم اگه یاد گرفتی. منفی 128 این همینجوری هی زیاد شد تا رسید به چند؟ تا رسید به 89. هنوز تا گفته بودم از چند تا چند؟ گفته بودم تا 127 جا داره درسته؟ داشتیم اینو امتحان میکردیم. خب خب ببینید چه اتفاقی افتاد. وقتی میرسه به 127 بعدش چی میشه؟ میشه منفی 127 درسته؟ خب حالا شما بیاین اینجا یه زحمتی بکشین اینو بزنین unsigned دیگه منفی قبول نمی کنید. چند بهش میدم؟ صفر بهش میدم. صفر تا 255 ببینین 255 برای چی میشه؟ صفر. این همون یه بایت هست، همون ظرفیت هست درسته؟ آیا اونا که با موبایل کار میکنن به روز جزه اعتقادی دارن؟ گفتم early binding. early binding یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواد ایکس رو تعریف کنه باید بدونه یه بایتیه یا دو بایتیه. ولی مثلا اگه من پایتون اینجا بهتون درس میدادم اینتیجر اونجا شما میتونی اینتیجر 200 رقمی باشه، ولی اینجا یه محدودیت داری. اگر کارکتره یه بایتیه. اگر میخواید دو بایتی باشه از چی استفاده میکنین؟ از شورت استفاده میکنین. نوع داده چی میشه؟ دو بایتی باشه میشه شورت. خب میشه دو بایت. هر بایت چند بیته؟ هشت. دوتا هشتا 16. پس من بخوام تو حالت unsigned short خب میشه دو بایت میشه از صفر تا چند؟ دو تا هشتا 16 تا میشه دو به توان 16 منهای یک. دو به توان 16 منهای یک محدودش میشه. یعنی محدودش چند میشه؟ بیایم اینجا دو به توان دو به توان چند؟ 16 شد چند؟ 65536. خب 65535. حالا من یه دونه پایین تر میگم 4. اوکی میگم از چه نوع داده باشه؟ خب واسه بیشتر نمیشه. بذاریم یه کاری کردیم یعنی خب اینو با یه حلقه فور راحت میتونستیم میرسیم. من چون حلقه فور من نگفتم اینجوری نمیشه. شصت و پنج هزار پونصد و چی نمیشه؟
65503 منهای یک داره میشه 35 534 درسته؟ ببینید یه واحد افصوله بعد دارششو صفر. اوکی خب حالا ببینید نوع داده حافظه است، همه رو ما میتونیم اینتیجر بگیرم خب، ولی یه وقتی حالا قبلا چون قیمت حافظه خیلی بالاتر بود میگفتن شما حافظه رو به اندازه باید در نظر بگیرید، ولی الان اونقدی فرق نمی کنه، اونقدی چیه فرق نمی کنه. بعدش هم یه وقت من میخوام یه برنامه بنویسم، مثلا یه شبکه اجتماعی رو میخوام تحلیل کنم، یه شبکه اجتماعی مثلا مثل فیسبوک چند تا گره داره؟ چند تا گره داره؟ گره چی هست؟ نتورک هم یه گراف در نظر بگیریم، گره میشه آدم، درسته؟ آدم هایی که تو اون شبکه هست. میخوام اینو مپ بکنم یه برنامه بنویسم. مثلا من و شما تو شبکه فیسبوکیم، میزان علاقمندی رو مثلا با عدد نشون میدیم، مثلا من به شما میزان علاقه مثلا 10، شما میزان علاقه مثلا 5، ولی اینو یه جوری محاسبه میکنه تو دیتا ماینینگ استفاده میشه. خب من اگه فرض بکنید 10,000 تا آدم داشته باشم، چند تا بین اینه یال وجود داره؟ اگه 10,000 تا گره داشته باشم احسن میشه 10,000 در 10,000 منطقه میشه چقدر؟ میشه 100 میلیون. 10,000 تا میشه جمعیت یه شهر، درسته؟ حالا اگه من جمعیت مثلا بیام بگم 1,000,000 تا گره دارم، چند تا یال میشه حد اکثر؟ میشه 1,000 میلیارد. هر 1,000 میلیارد رو گفتم چی میگن؟ نگفتم؟ هر 1,000 میلیارد میگن یه اختلاس واحده. خب میشه 1,000 میلیارد. حالا شما 1,000 میلیارد یه بایتی بخواید در نظر بگیری میشه 1 گیگابایت. ببینید اگه 2 بایتی باشه میشه چقدر؟ میشه 2 گیگابایت، درسته؟ تازه فیسبوک چند در چنده؟ 1,000,000 در 1,000,000 نیستش که مثلا جمعیت فیسبوک گرفتیم میبینی 1 میلیارد چیه؟ گره داره. حتی یه نکته که من اینجا نگفتم میتونی که همه گراها به هم یه رابطه چیه؟ ندارم. مثلا دوستی اینجا که مثلا هر نفر با 10 نفر دوسته، با 20 نفر دوسته. اینجاست که نوع حافظه برام مهمه که حافظاتون یه وقت حافظه زیادی در نظر نگیریم. اوکی؟ این عدده. آره من اینجوری گفتم نوع داده عددی و غیر عددی داشته گفتیم عدد سریع داشته گفتیم. اون کارکتر دو وجهیه، حتی شورت هم میتونم این چیزه نذارم نشون میده، ولی کارکتر دو وجهیه، هم عددیه هم کارکتر هم هست، یعنی شکلش هم به ما نشون میده، ولی چیز شورت فرق نمی کنه. اصلا با منظور شکل یعنی چی شکل کنه؟ ببین اینترنت داری؟ ببینید یا کنید شما مثلا برگردیم به 40 سال پیش 50 سال پیش، شما میخوای حرف A رو نشون بدی، حرف A رو میخوای ذخیره بکنه، حرف B رو میخوای ذخیره بکنه، چجوری این کار انجام میدی؟ اعداد که تکلیفشون معلومه، درسته؟ مثلا 123 رو میخوام ذخیره بکنم، میره تو مبنای 2 ذخیره میشه، که اصلا در واقع مبنای ما صحبت نکنیم، فقط گفتیم مبنا تبدیلش چجوری باید اون ماشین حساب انجام بده. خب چه نشون نمیده؟ خب
برگره مثلا 50-60 سال پیش، من میخوام حرف A رو مثلا نشون بدم. حرف A رو من چجوری تو کامپیوتر ذخیره بکنم؟ میام یه تیبل درست میکنم، میگم حرف A مثلا معادل عدد 65، حرف B معادل چنده؟ بعد این 65 رو میبرم به مبنای 2 توی سیستم ذخیره سازی میکنم، درسته؟ حالا شما یه شرکت مثلا میگه برای A 65 رو میگیری، شرکت من ما میگیم آقا ما 65 نمیگیریم، ما میخوام 80 در نظر بگیریم، درسته؟ هر کسی سلیقه ای عمل میکنه. مثل مثلا این شارژر موبایل رو دیدی حکیم، مثلا سرویس پیش توی رادیو گوش میکردم میگفتش که اروپا مثلا اپل رو مجبور کرده که از تایپ سی برای شارژ استفاده بکنه، وسیله که داره که همه یه دست بشه. یه سازمانی داره مثل سازمان استانداردسازی آمریکا، اسمش چیه؟ ANSI، American National Standard Institute. این اومد چیکار کرد؟ اومد گفت هر کارکتری که میخواد ذخیره سازی بشه طبق این جدول ذخیره سازی بشه. منتها این مثلا این استاندارده برای 1960. 1960 مثلا تو ایران چیکار میکردن؟ میدونی چیکار میکردن یا نه؟ چیه؟ نمیدونم وضعیت چه، ولی وضعیت زیاد خوبی نبوده، درسته؟ اون موقع گفتن آقا کلن یه بایت بوده، بعدن مثلا گفتن ای باشه 60، گفتن همه شرکت ها این استاندارد استفاده بکنن. بعدن کارکتر دیگه اضافه شد، مثلا فارسی و عربی و نمیدونم چینی و هندی و اینا، دیگه این جدول کد اسکی به میگن اسکی، جوابگو نبود. اومدن از چی استفاده کردن؟ یونیکود. که یونیکود هر چی شکلی که توی کامپیوتر توی طبیعت وجود داره سعی کرده کد گذاری بکنه. مثلا ببینید اینجا از هر کدوم یه نماینده بود، مثلا ایموجی هم حتی داره. خب این یونیکوده. ببین مثلا حرف A چنده؟ همون 65، ببینید همون 65. ولی ببینید اون زیرش چی نوشته؟ نوشته 2041. یعنی به جای یه بایت چند بایت براش نظر گرفته؟ 2 بایتش کرده. خب اینجوری کاراکتر بیشتری رو میتونه نگهداری بکنه. مثلا از کاراکتر الان داره، بعد شما مثلا هر کدوم که میزنید مثلا F و نمیدونم والا بذار بیاریم این با سرعت پایینه. مثلا پرشن بزنیم، فکر میکنم پرشن بزنیم چی میاره؟ پرشن ما خطوط میخیه، ما خودمون فارسی میگیم میخی، ولی اونا چی میگن؟ میگن اول پرشن. مثلا این یعنی چی؟ یعنی مثلا با گرز برو بزن تو سرش مثلا بیشتر توی این مایه ها. حتی اینا رو هم کد گذاری کردن. ما اول زبان ها، زبان مثلا مصری باستان چه شکلی بود؟ هیلوگریفه دیگه، درسته؟ میگن هیلوگریف. خب بعدن کارکتری شد. حالا اصلا زبان چینی اینا هم شبیه هیلوگریف هم دیگه، درسته؟ مثلا رودخونه دیدین چجور رودخونه رو می نویسن؟ مثلا رودخونه اینا تا خط مثلا یعنی رودخونه. مثل زبان ما ترکیبی نیست، تو تا کارکتر بچسبه با هم یک کلمه رو وجود بیاره. بعد مثلا اون روز من داشتم فکر می‌کردم، الانم دوباره به سمت هیلوگریف داریم میریم جلو. مثلا الان به جای اینکه فرض بکنه سلام بنویسیم، پیام که می‌فرستن علامت چی می‌فرستن؟ دست می‌فرستن. یا مثلا یکی از کارکترهای اشتباه و مثلا تشکر و های فای، اصلا تشکر نیست، یه چیز دیگه است. بعد
یعنی دوباره از مثلا اگه فرض کنم 5 سالی بشه مثلا تو مدرسه باید اینا رو باید یاد بدم، درسته؟ اینم خودش کاراکتر دیه. کاراکتر وقتی شما قرارداد میذاری یه جمعیت زیاده با اون صحبت میکنم، اون چی میشه؟ اون میشه یه پارادایم، همه باید یاد بگیرن. خب به خاطر اینا هم حتی اومدن چیکار کردن؟ حتی اومدن حتی ایموجی ها رو، این مثلا یعنی چی؟ اینا هم چیکار کردن؟ مثلا این نوه رو میبینه، نوه فارسیه، نوه عربی، اینا هم تبدیل کردن، یعنی برای اینا هم کد گذاری کردن. خب چی داشتم میگفتم؟ خب موجود شکله، ولی مثلا من همونشون اینجا گفتیم که یه هر حرف انگلیسی رو هم باید مرتبه این رو برش یه شکلی کنه. نه دیگه حرف، نه شما مثلا اینجا بذار من با مثال توضیح بدم. کارکتر دو وقت چیه؟ خب اصلا من میگم کارکتر ایکس مساویه چیه؟ بگیم کارکتر بچه داخل سینگل کوتیشن قرار میگم. داخل چه قرار میگم؟ سینگل کوتیشن. میگم بیا سی آوت بکن، یه بار مقدارش رو چاپ کن، یه تب بنداز، بعد چی رو چاپ کن؟ خودش رو چاپ کن، بعد یه اند ال بزن، موافقی؟ بعد ایکس رو چکار بکن؟ یه دونه زیاد بکن. خب اوکی. ای چند بود؟ یادتونه کد جدال کد اصلی؟ بی 66 شد، دبلیو چند شد؟ این مقدارشه، اینم خود کاراکتره، اینه داستان. فرق نمی کنه 65 یاره، چون سی پلاس هایست یه زبان سطح پایینه. شما به جای ای اگه اینجا می نوشین 65، خودش چکا می کرد؟ همون کار رو برامون انجام. اصلا سی پلاس پلاس این چون همه شهرها تغییره تا استاندارد 2019. من استاندارد جلسه ها بهتون گفتم بیا سی پلاس پلاس با اسکی کار میکنن. یه ایرادی که سی پلاس پلاسش وارد دنیای وب نتونست بشه چون بر مبنای کد اسکیه، ولی مثلا پایتون فرض کنید تا 2 هفتهش کد اسکی بود، پایتون سه به بعد بر مبنای یونیکود کار کرد. یا مثلا زبان جدید مثلا سی شارپ و جاوا اینا برمبنی یونیکود اومدن، رو هم مثلا با دنیا وب هم میتونست کار بکنن. ولی اگه مثلا سروره قدیمی اگه یه اسکریپت رو با سی پلاس پلاس نوشته بودن، شما الان شاید یادتون نباشه، ولی مثلا سال 2003-2002 مثلا یه متن فارسی که میخواستیم بفرستیم، متن رو ما مینوشیم، عکس میگرفتیم، اسکرینشات میکردیم، اسکرینشاتش هم میفرستدیم، یا میگفتن برو بی زحمت یه کلیک راست بکن یونیکود یو تی اف 8 انتخاب بکن. خب برای اینکه اون سیستم قبول بکنه. ولی خود سی پلاس پلاس چون یه زبان قدیمی کد اسکیه. من نمیدونم حالا توی این استاندارد جدید شن 2021 که چیه فکر کنم مثلا جدیدش 2023 انتخاب نشده. اوکی تا اینجا مشکلی هست یا نه؟ دشواری خیلی هم عالی. خب پس اینو متوجه شدین داستانش چیه؟ خب پس من اینو داشتم گفتم آنسن شورت گفتم بین 0 تا چند 2.16 منهای 1 توی سایندش چه اتفاقی میفته؟ سایندش میشه یعنی تا حالت علامت دار 16 رو یه باید ازش کم بکنی چقدر میشه؟ میشه 15. میشه از منفی 2.15 تا 2.15 منهای 1 نصف میشه دیگه، درسته؟ خب اینتیجر چند بایتیه؟ یه نکته هم که وجود داره سی پلاس پلاس به سخت افزار سیستم عامل هم وابستگی داره، یعنی تو سیستم عامل من 4 بایتی، ولی شما مثلا ببرید خونه ممکنه از یه کامپیوتر خیلی قدیمی استفاده بکنید بدون اینتیجر چند بایتی نشون میده 2 بایتی نشون میده. اینم هستا.
ولی زبان جد مثلا ویژوال استودیو اگه کار بکنید اون براتون تنظیم میکنه میاد و تحت دات نت اینتیجر همیشه 4 بایتیه، چون برنامه شما تحت سیستم اجرا نمیشه، تحت دات نت اجرا میشه. یعنی اگه یه برنامه من با ویژوال استودیو مثلا ویژوال سی پلاس پلاس نوشتم، اون براتون گارانتی میکنه اینتیجر چند بایتیه هومن؟ 4 بایتیه. میتونیم اگه ویژوال استودیو استفاده میکنیم اون همیشه 4 بایتیه، ولی میتونیم باید دستوری مثل سایز آف به دست بیاریم. چی؟ سایز آف چون کافی اینجا سمید مثل سایز آف اینتیجر. خب اون وقت اگه عدد 4 براتون چاپ کرد یعنی چند بایتیه؟ حتی باید سیاتش بکنید، درسته؟ نه، دات نت فریم ورک مایکروسافت دیگه برای برنامه نویسی، درسته؟ چهاره، چون بعدش اینتیجر نخورده 4 بایتیه. دستور سایز آف. مشکلی هست اینجا؟ پس اینتیجر شد از منفی 2.15 تا 2.15 لانگ. ببینیم لانگ چند بایتیه. لانگ هم 4 بایتیه. 8 بایتی چیه؟ نه. پس لانگ هم مثل هم میمونه دیگه. حتی این اینتیجر بود. بخش اینتیجر من نبودم. اینتیجر 4 بایتیه. چارشا 32 تا. تورات آنساینش چی میشه؟ میشه از 0 تا چند؟ تا 2 به توان چند؟ 32 تا. 32 میشه 4 میلیارد خورده. تو حالت عادی اگه بنویسی منظور اگه ساین باشه اونم 4 بایتیه میشه از منفی 2 به توان 31 تا 2 به توان 31 منهایی میشه از منفی 2 میلیارد تا 2 میلیارد. اوکی، اینا شد انواع داده صحیح. اینا شد انواع داده. بله، انواع داده غیر صحیح شامل چیه؟ فلوت با دابله. خب فلوت بذار ببینیم فلوت چند بایتیه. لانگ با اینتیجر یکیه. لانگ با اینتیجر چیه؟ یکی. یعنی لانگ بود شما اگه اینجا بنویسین هیچ فرق نمیکنه، به خاطر زیاد نمیبینیم. خب ببینیم فلوت چند بایتیه. فلوت چند بایتیه؟ 4. دابل هم ببینیم. دابل چند بایتیه؟ 8. ببینید فلوت و دابل نوع ذخیره سازیشون به صورت ممیز شناور ذخیره سازی میشن. خب مثلا من میام یه عدد معرفی میکنم، مثلا میام میگم آقا کارک، میام میگم فلوته خب ایکسمون باشه، موافقی؟ میتونیم بگین چی ذخیره سازی کرد برای ما یا نه؟ مثلا چیز پرت و پلا ذخیره کرد. بزن یه عدد مهربون تر بشه.
بازم پرت و پلاس. آه ببخشید این اینو ما قاطی کردیم باید. درسته؟ این هشته. خب این چه عددیه بچه ها؟ چند رقم میگرشه؟ یک، دو، سه، چهار، پنج رقم. خب این عدد و این عدد میاد یه ممیز میذاره اینجا. فلوت به فارسی یعنی چی؟ فلوت به فارسی نه این فلوت. اون فلته شناور. چی شناور اینجا خواهم توسلی؟ میگه فلوتین پوینت یعنی نقطه شناور. این عدد رو تبدیل میکنه به ساینسیفیک نامبر، به عدد علمی. چجور تبدیل میکنه به عدد علمی؟ عدد علمی چیه؟ قبل عدد یه قبل ممیز فقط یه عدد غیر صفر، بعد عدد. خب پس این ممیز رو من برمیدارم از اینجا میندازمش اینجا. چند تا خونه اومدم این بر؟ چند تا اومدم؟ 15. پس میشه ضرب در 10 به توان 15. منتها این چون فلوته و 4 بایت بیشتر نیست، چند رقم نگه میداره؟ 2 تا، 4 تا، 5 تا. تا اینجا نگه میداره. از اینجا بعد چیکار میکنه؟ میندازه دور. اینم گردش میکنه براتون. خب؟ پس دقت بالایی چیه؟ نداره. شما یه دقت بالاتر میخواید به جای فلوت باید چی باید در نظر بگیرید؟ دابل. حالا ببینیم با دابل چی میشه. این با دابل حالا نمایشش داره 5-6 رقم نشون میده، تا 15 رقم نگر میداره. با دابل چند رقم نگر میداره؟ 15 رقم. که اصلا نوع ذخیره سازیش کلا فرق میکنه. پس اینا شد انواع داده اشاری. ببین ما الان اشاری مثلا اشتباه داریم میگیم دیگه. اشار عربیه دیگه، درسته؟ اشاره یعنی چی؟ ده میشه، یعنی ده دهی. درسته که این باید بگیم ممیز شناور. باید توی فارسی مثلا میگیم چی؟ اشار. توی چیز مدرسه میگیم اشار. اوکی؟ پس ما انواع داده رو هم یاد گرفتیم، انواع داده عددی صحیح و انواع داده غیر صحیح. این شد انواع داده. نوع اسم متغیر هم یاد گرفتیم چه شکلی باید باشه. آدرس متغیر هم متوجه شدیم. وضعیت متغیر همون چه که لازم میدونم خدمت میشه عرض کردم. حالا تمرین کوچیکی هم خودتون انجام بدیم.